پنتاگون نگران تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی کابل با واشنگتن. وزارت دفاع آمریکا می‌خواهد تا این توافقنامه تا یک ماه دیگر امضا شود. و 17 سال پیش در چنین روز کابل در تصرف طالبان، اما پایتخت هنوز هم زیر تهدید سخت امنیتی. بینیش‌های قبیله گرایانه‌ای که در درون نظام وجود دارد که طالبان از او استفاده بکنند و تا کمربند کابل دوباره تهدید بکنند. برای خداوند بزرگ و درود بر شما، به مهمترین های خبر خوش آمدید. امروز شنبه ششم میزان سال 1392 خورشیدی برابر است با 28 سپتامبر 2013 میلادی. من فواد امان هستم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که اگر موافقتنامه امنیتی آمریکا با افغانستان امضا نشود، تأخیر آن برای آمریکا و افغانستان نگران کننده است. معاون وزارت دفاع آمریکا امضای این توافقنامه را در ماه آینده برای آمریکا نیاز جدی می‌داند. آشتون کارتر تاکید می‌کند که بر بنیاد این قرارداد ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد برنامه خروج دست کم 57,000 سرباز آمریکایی از افغانستان را روی دست گیرد. نظرالدین مصلح جزئیات می‌دهد. گفته می‌شود تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا شماری از شهروندان را خسته ساخته است. با این همه آشتون کارتر معاون وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با فرانس پرنس گفته است که او در جریان سفرش در همین ماه به کابل به رهبران سیاسی افغانستان گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار امضای فوری موافقتنامه امنیتی با افغانستان است. ما به امضای موافقتنامه امنیتی آمریکا با افغانستان به زودی نیاز داریم. واشنگتن انتظار دارد که این کار در اکتبر سال روان میلادی، یعنی ماه آینده صورت گیرد، چون ما و همتای بین المللی ما در مورد خروج نیروهای سربازان ائتلاف تصمیم خواهیم گرفت. آمریکا در نظر دارد 57,000 سرباز را از افغانستان بیرون کند و در پایان 2014 تنها 10,000 سرباز آمریکا در این کشور باقی خواهد ماند. بیشتر شهروندان افغانستان نیست خواستار امضای این موافقتنامه هستند. تأخیر در امضای این موافقتنامه سبب نگرانی های هر دو کشور خواهد شد. عامل تأخیر در امضای موافقتنامه میان آمریکا و افغانستان چی میتواند باشد؟ برخی از آگاهان به این باورند که رئیس جمهور کرزی با تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی در پی گرفتن امتیازهایی است که مردم از آن بخبرند. امرالله امان، آگاهی امور نظامی. جناب کرزی، ما گمان میکنیم اغلبا سر از این تأخیر انداختنشان دو هدف داره. یکی کاندید دلخواه خود را به این تأخیر انداختن تا سر جامعه جهانی بقبولانه کاندید خود را، و دومی از این از مسئولیت قضایی خود را همچنان در رابطه با جامعه جهانی باید بقبولانه در آینده. این دو اوریانت است. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود در امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا شتاب زده عمل نمیکند و باید دیدگاه شهروندان در این مورد گرفته شود. این در حال است که ریاست جمهوری در تازه‌ترین مورد گفته است که رئیس جمهور چین در دیدار با رئیس جمهور کرزی از پیوند راهبردی با کشورهای منطقه و آمریکا و تأمین امنیت در افغانستان حمایت کرده است. بسیاری از پروژه های توسعه در افغانستان بر بنیاد اولویت های حکومت قرارداد نشدند و این کار دامنه فساد را گسترش داده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری هشدار می دهد که بخش از پول های کمک شده به پروژه های توسعه افغانستان ناپدید هستند و باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی در این باره پاسخ دهند. از سوی هم اعضای خارجی این کمیته از رئیس جمهور کرزی می خواهند تا کسانی را که در فساد دست دارند با مداخله و اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری اجازه ندهد. نظیفه محبوبی در این باره گزارش آماده کرده. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در بررسی های 6 ماهه اش دریافته است که میلیون ها دلار کمک های جامعه جهانی در افغانستان ناپدید شدند. این کمیته بارها از وزارت مالیه خواسته است تا درباره چگونگی مصرف کمک های جهان به افغانستان و بستن قراردادها به این کمیته وضاحت بدهد، اما وزارت مالیه این همه را پوشیده نگه داشته است. کمیته در این بررسی ها به چیزهای همدست یافته است. شفاخانه نظامی سردار محمد داوود، تا اکنون 45 میلیون دلار کمک ها در این شفاخانه ناپدید است و به علت موجود نبودن سندی روشن نیست که آیا این پول کمک شده است و یا نه. یکی از شرکت های بزرگ عرضه کننده گاز در افغانستان از کابل بانک تنها 170 آن را پرداخته است. از 900 میلیون دلار قرضه های کابل بانک تنها 200 میلیون دلار آن پرداخت شده است. این همه ضربه های محکم به اقتصاد افغانستان،
بسیاری از کشورها در شناسایی و گرفتاری کسانی که پولهای این بانک را با خودشان به بیرون از کشور بردند همکاری نمی کنند. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در مجموع از وزارت محترم مالیه تقاضا کرد که شما هرچی معلومات در رابطه داشته باشین از طریق دیتابیستان، از طریق دیگر منابع الکترونیکی که پیش شما موجود باشد، از طریق دفاتری که در اونجا درش کرده باشین ما را به جریان قرار بدین. با تأسف از وزارت مالیه ما کدام جوابی که قناعت بخش باشن نگرفته. قراردادهایی را که وزارت مالیه به نام حکومت عقد میکنه با کشورهای خارجی قراردادهای سری نیستن، معلومات سری نیست، محرم نیست و هر کسی که خواسته باشه درباره قراردادها معلومات به دست آورده میتونه. حضور 20,000 نفر که در فساد اداری دست دارند و فهرست آنان در اختیار این کمیته قرار دارد. اعضای خارجی این کمیته از رئیس جمهور کرزی خواهان جلوگیری از مداخله و حضور آنان در نهادهای انتخاباتی شدند. درباره انتخابات افغانستان با آنکه ما وظیفه نظارت را داریم و از نزدیک انتخابات افغانستان را بررسی می‌کنیم و در امور انتخابات مداخله نمی‌کنیم، اما از دولت افغانستان دو خواست داریم. یکی آنکه خلاهایی که در انتخابات گذشته صورت گرفته بود، آنان که به فساد اداری متهم بودند، نباید در این انتخابات افغانستان دوباره تکرار شوند. موضوع دیگر امنیت است و از دولت افغانستان می خواهیم که باید امنیت تمام مراکز رایدهی را تامین کند تا مردم بدون کدام هراس به مراکز رایدهی بروند. انتخاباتی که اکنون همه امید مردم به آیندهشان تنها و تنها همین روند است، اما پیامدهای پدیده فساد و این روند نیز نگرانی های را به همراه دارد. روند توزیع کارت‌های رایدهی از سوی تیم‌های سیار کمیسیون مستقل انتخابات امروز در روستاهای کشور آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در این مرحله بیشتر برای بانوان در روستاها کارت‌های رایدهی توزیع خواهد شد. با این همه در 7 ولسوالی کشور هیچ کارت رایدهی تا هنوز توزیع نشده است. در 13مین روز ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری هم هیچ یک از نامزدان احتمالی برای ثبت نام نیامدند. بشیر احمد قاسمی گزارش می‌دهد. 13 روز از روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در کشور می گذرد، اما در این مدت تنها یک تن به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام کرده است. از سوی هم در جریان 13 روز گذشته نزدیک به 670 تن برای انتخابات شورای ولایتی ثبت نام کرده اند، اما هنوز حضور بانوان در این روند کم رنگ است. هنوز هم در 3 ولایت افغانستان هیچ خانومی با شورای ولایتی ثبت نام نکردند که 3 ولایت عبارتند از پکتیکا، وردک و نورستان می باشد. در جریان بیش از 4 ماه گذشته نزدیک به 1,700,000 تن کارت رایدهی در سراسر کشور دریافت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات امروز روند سوم توزیع کارت‌های رایدهی را در کشور آغاز کرد، اما هنوز در 7 ولسوالی کشور هیچ کارت رایدهی توزیع نشده است. هنوز هم کمیسیون مستقل انتخابات در 7 ولسوالی نتونسته که روند توزیع کارت‌های رایدهی را آغاز کند که دولت مختلف از دولت زابل، دولت هلمند، دولت غزنی، دولت کاپیسا و دولت پکتیکا. احتمال دارد که در روزهای آینده شمار نامزدان ریاست جمهوری افزایش یابد، اما شمار نامزدان انتخابات پیش رو با مراتب کمتر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گذشته خواهد بود. ریاست جمهوری سفر رئیس جمهور کرزی به چین را موفقانه میداند و میگوید که رئیس جمهور کرزی 3 سند همکاری میان چین و افغانستان را در بخش‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و کمک 200 میلیون یوان چینی با افغانستان امضا کرده است. اما برخی از جریان‌های سیاسی مخالف حکومت پیامدهای سفر رئیس جمهور کرزی به چین را خطرناک میدانند. رئیس جمهور کرزی که برای اشتراک در مجمع اقتصادی اروپا آسیا به شهر شیانی چین سفر کرده بود، از آنجا به پکینگ رفت و روز جمعه با رئیس جمهور و نخست وزیر چین ملاقات کرد. ریاست جمهوری میگوید که در این سفر رئیس جمهور کرزی 3 سند همکاری میان چین و افغانستان در زمینه‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و کمک 200 میلیون یوان چینی به افغانستان را امضا کرده است. این کشور حمایت شد و از افغانستان مجددا اعلام داشتند.
معاون سخنگوی رئیس جمهور همچنان از توافق در مورد نشست های سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین به منظور بهبودی روابط میان افغانستان و پاکستان نیز خبر می دهد. اما آگاهان سیاسی این سفر رئیس جمهور کرزی به چین را هشدار برای امریکا می دانند. آقای کرزی در این سفر خواسته که برای امریکایی ها وانمود بسازه که ما با کشورهای منطقه هم روابط نیک داریم و احیانا اگر شما به جواب سوالات ما یا به ضرورت ها و نیازمندی های ما جواب مثبت ندین، ما با این کشورها هم روابط خود داشتیم. از سوی هم ائتلاف ملی افغانستان میگوید در صورتی که رئیس جمهور کرزی از این سفر بهره گیری های سیاسی کند، پیامدهای ناگوار را در پی خواهد داشت. اگر رئیس جمهور کرزی تلاش کنه که از این سفر بهره گیری های سیاسی کنه و به یک شکلی مانور به روی جامعه بین المللی و غربی ها که اگر شما امتیازات مورد توقع مرا به من ندین، من تکیه‌گاه به شرق و به چین و روسیه پیدا میکنم، این باز میتونه که پیامد منفی در بر داشته باشه. چین در 12 سال گذشته نقش مستقیمی در تلاش های سیاسی برای تامین ثبات در کشور نداشته است. آگاهان به این باورند که حکومت افغانستان با خروج نیروهای بین المللی چین را به سرمایه گذاری در کشور تشویق می نماید. در همین ساعت ها 17 سال پیش طالبان بخشهایی از کابل را در اداره ایشان در آوردند. رژیم طالبان نزدیک به 5 سال بعد درازا کشید و پس از حمله 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا به افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان از هم پاشید. اکنون پس از 12 سال هنوز هم افغانستان شاهد آرامش کامل نیست و حتی پایتخت در این اواخر تهدیدهای سخت را می آزماید. همکارم ولی آریان در گزارش می نویسد که طالبان در مقایسه با گذشته ها توانمندتر از پیش فعال شدند و افغانستان را بیشتر تهدید می کنند. طالبان شامگاه ششم میزان 1375 هجری خورشیدی بخشی از پایتخت را در دارایشان درآوردند. بامداد روز بعد طالبان بر پایتخت ریختند. در اوج جنگ های داخلی شهروندان کشور ظهور طالبان را تغییر در زندگیشان و پایان این جنگ ها می دانستند، اما این چنین نشد. همه جا در وحشت فرو رفته بود. به دور آویختن دکتر نجیب الله و برادرش از نخستین کارنامه های طالبان در پایتخت بود. این کارنامه را باشندگان کابل در آغازین روز ورود طالبان شاهد بودند. افغانستان که دیر گردوادی و او دسی گردوادی و چی دچانه سر پا امن و نمال پا امن و طالبان قوانین سخت گیرانه ای را طرح ریختند. در آن هنگام دختران و زنان به مکتب، دانشگاه، نهادهای دولتی و غیر دولتی رفتن نمی توانستند. دادگاه های طالبان در برابر دیدگان همه برگزار می شد. کوم ظلمونه چې طالبانو په دی افغانستان کې کړی دی زمونږ به هیڅ کلن په تاریخ کې داویر نشي. این سفارت امریکا در کابل است که طالبان در نخستین روز آمدنشان به پایتخت با آتش کشیدند. به همین گونه همه جا را ترس و بیم فرا گرفته بود. حاکمیت طالبان در افغانستان نزدیک به 5 سال به درازا کشید. سرانجام پس از حمله 11 سپتامبر امریکا بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان از هم پاشید. اکنون 12 سال از سرنگونی رژیم طالبان می گذرد. در این سالها افغانستان صاحب نداشته های زیاده شد. دیگر آن افغانستان 12 سال پیش نیست. حالا دیگر 17 سال از ورود طالبان به کابل و 12 سال از سرنگونی رژیم این گروه در افغانستان می گذرد. هنوز شهروندان کشور آرامش کامل را در افغانستان شاهد نیستند. شهروندان کشور ما هر آن از تهدیدهای برخواسته از طالبان می هراسند. پایتخت از گرد و پیش در تهدید سخت طالبان قرار دارد. لوگر نزدیکترین ولایت به کابل است. بخشی از این ولایت سال هاست که در اداره طالبان بوده است. امنیت نیست در سرسرای دادا موتر بوزی او دی لارسی جلال آباد دلار امنیت صحیح ندهد. کابل از فردک و غزنی هم تهدید می شود. سالهای دراز است که بخشی از این ولایت ها در اداره طالبان هستند. لار خوب طالبان دیر دید و از خراب دیر. ظاهرن پایتخت از گرد و پیش در تیرس نامنی قرار دارد.
کابل از بخشی از کاپیسا و پروان هم به دور از تهدیدهای طالبان نیست و اما بر راستی عوامل توانمند شدن دوباره طالبان در این مدت در چی بوده می تواند؟ باور من این است که عدم حکومتداری خوب، عدم هماهنگی نیروهای امنیتی افغان و دولت افغانستان با جامعه بین المللی، چالش در سیاست‌های ما با ایالات متحده و پاکستان، عدم اتخاذ سیاست‌های رابردی امنیتی فرصت داده با اختلافات و بینش‌های قبیله‌گرایانه‌ای که در درون نظام وجود دارد که طالبان از او استفاده بکنند و تا کمربند کابل دوباره تهدید بکنند کابل. او کنون دیگر حتی غرب با طالبان می‌خواهد از راه سیاسی کنار بیاید. ظاهراً طالبان از خود قدرت سیاسی می‌سازند. این قدرت نمایی‌ها همزمان با پایان ماموریت جنگی واشنگتن در افغانستان گسترده به رخ کشیده می‌شوند. درست هنگامی که نظامیان بومی به تنهایی از افغانستان دفاع می کنند و خشونت‌های طالبان در برابر مردم هم بدتر از گذشته ها مشهود است. نمایندگان مردم در مجلس خواستار فرستادن هیئت به هرات شدند تا وضعیت زندانیان این ولایت را از نزدیک بررسی کنند. این نمایندگان می گویند که باید به خواستهای این زندانیان و حرکت مدنیشان رسیدگی شود. از سوی هم پیگیری نشدن پرونده های فساد مقام های ارشد حکومت برخی نمایندگان را نگران ساخته است. این موضوع سبب شد تا شمار از نمایندگان همدیگرشان را متهم به فساد سازند. در جلسه عمومی امروز مجلس نمایندگان از هر دری سخن رفت. هر کسی انتقاد کرد و شمار هم مورد انتقاد قرار گرفت. هیئتی اداری که همیشه باید حرف نمایندگان را بشنوند، گاهی متهم به بدرفتاری با نمایندگان می شوند و گاهی هم متهم به حمایت از سیاست های حکومت. اما هفتمین روز اعتصاب قضایی زندانیان هرات و نشر گزارش ها در مورد فساد مقام های ارشد حکومتی جنجالی تر بود. شماری از نمایندگان تقاضا کردند باید موضوع اعتصاب زندانیان هرات به صورت جدی و از نزدیک بررسی شود. یک حرکت مدنی هست، جریان داره در هرات، باید به حرکت مدنی احترام گذاشته بشه، رسانه ها اجازه داشته باشن از این حرکت مدنی گزارش تهیه بکنن. من از جناب محترم رئیس خواهشمندم که یک هیئت بفرستن، حداقل صدایشان شنیده شه. اگر واقعا معقول و پذیرفتنی بود پذیرفته شه، و اگر نبود حداقل به اعتصابشان پایان داده شه. اما نشر گزارشی در مورد فساد مالی وزیر مهاجرین در روزنامه 8 صبح نزدیک بود در آشوب را در مجلس نمایندگان باز کند که اجازه داده نشد. پیش از این نیز وزیر معادن و پترولیم و وزیر اطلاعات و فرهنگ متهم به فساد گسترده مالی شدند که ظاهرا مجلس در مورد هر کدام فقط یک روز سر صدا کردند. ما چی کردیم با وزیر صاحب معادن؟ ما چی کردیم با وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ؟ ما چی میکنیم با وزیر صاحب امور مهاجرین؟ این سوالی است که ما میخوایم از تالار بپرسم. نمیخوانیم، نمیفهمیم، نمیدانیم. حسابای شخصی وزیر صاحب را که نشان میتن و پولایی که به نام وزارت به اونا وحرز میشه، پارلمان و این تالار چی کرد برش؟ جناب رئیس از فساد صحبت میکنه در حالی که یکی از چپاولگران کابل بانک انصر خود شکریه جانه که این وکیلار توهین کرد. مجلس نمایندگان امروز همچنان تعدیلاتی که در قانون رسانه‌های همگانی پیشنهاد شده بود را نیز تصویب کردند. باراک اوباما و حسن روحانی با هم گفتگو کردند. بر بنیاد گزارش‌ها این گفتگوی تلفنی روز جمعه در پایان سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک صورت گرفته است. اوباما میگوید که او پس از گفتگو با همتای ایرانیش به این نتیجه رسید که دو کشور میتوانند به یک توافق جامع برای پایان دادن به مناقشه هسته‌ای دست یابند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که راه رسیدن به توافق با ایران دشوار است، اما با روی کار آمدن دولت تازه ایران یک فرصت خوب برای پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای پدید آمده است. این نخستین تماس تلفنی رئیسان جمهوری ایران و آمریکا در 3 دهه گذشته است. کارخانه پشمشویی و قالین‌بافی امروز در شهر کابل گشایش یافت. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان می گوید که این کارخانه 1,500,000 دلار سرمایه گذاری کرده است و در مرحله نخست روزانه 4,000 کیلو پشم در این کارخانه پروسس خواهد شد. و حال ادریس تیموری خبرهای ورزشی را تقدیم می کند. تشکر فور. با تقدیم سلام و این هم چند روی داده ورزشی.
تیم ملی والیبال افغانستان از ساعت دیگر در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا با مصاف عراق میدان می رود. این دیدار که به میزبانی مراد برگزار می شود 24 کشور آسیایی حضور دارد و افغانستان در گروه الف این مسابقات با تیم های عراق و کره جنوبی همگروه است. تیم ملی والیبال افغانستان در صورت یک پیروزی هم می تواند راهی مرحله بعد شود. قابل یادآوری است مسابقه افغانستان با کره جنوبی که روز دوشنبه برگزار می شود را می توانید از شبکه تلویزیون یک بگونی زنده تماشا کنید. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان در دومین دیدار خود با نتیجه 3-0 مقابل سوریه تن به شکست داد. تیم ملی نوجوانان افغانستان که برای اشتراک در مسابقات جام ملت‌های آسیا راهی اردن شدند، پس از نخستین شکست مقابل عربستان دیروز عصر در دومین بازی خود نیز شکست خوردند تا از رسیدن به دور بعد باز مانند. تیم ملی نوجوانان افغانستان فردا در سومین دیدار خود به مساف اردن میزبانی رقابت‌ها به میدان می‌رود. رقابت‌های انتخابی تیم ملی فوتسال نوجوانان افغانستان امروز با اشتراک 40 تیم در کابل آغاز شد. این مسابقات در 8 گروه در جمنازم شهرک امید سبز آغاز که در اخیر 22 بازیکن برتر به تیم ملی فوتسال نوجوانان افغانستان برگزیده می‌شوند. در روز نخست این رقابت‌ها تیم نوجوانان چاردی با 2 گل تیم متحد چاردی را شکست داد. آرمان نبوت 3-2 تیم تهار از پیش رو برداشت. این مسابقات از امروز آغاز و تا 3 هفته دیگر ادامه بیابد. مسابقه فوتسال که برگزار شده به خاطر انتخابی تیم ملی جنسن 16 سال نباشه. ما تونستیم موفقانه عریف اول خود شکست بدیم و عریف دوم اندیمه دوم پیش از 3-2. انتخاب بازیکنهای خوب است، چهره های خوب برای دعوت به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسالش زیر 16 سال. باید پشتوانه داشته باشیم برای تیم ملی بزرگسال فوتسال. نصیر احمد هزار از باشگاه رهبر شهید دید محمد محمدی از اکادمی مویتای کاران عقاب عنوان قهرمانی رقابت های حمایت از حقوق ورزشکاران تیم ملی را به دست آوردند. این رقابت ها با اشتراک 18 ورزشکار در 2 وزن در کابل برگزار شده بود. در این رقابت ها 10 باشگاه برای 1 روز در تالار ورزشی غرب کابل با هم رقابت پرداختند و هدف از برگزاری این رقابت ها رشد ورزش مویتای و همچنان حمایت از ورزشکاران تیم ملی پوش کشور دانسته شده است. حالا خوش است به این مسابقه از این رقم برگزار شد. عشق برگزار شد و باز پیش میبریم شد. مسابقات در کلاس یک در این طاقت آنه ورزشکارا به مسابقات جهانی و هر در پیشو داریم ورزشکارای خوب را از افغانستان نمایندگی کنم و در جبه افغانستان و خبر اخیر این که رقابت‌های انتخابی تیم ملی کیوکوشین کایکاراتا سبک ماسویی با گزینش 39 ورزشکار برتر امروز پایان یافت. این رقابت‌ها با اشتراک 100 ورزشکار از 3 ولایت در مکان ورزشی ریاست کمیته ملی المپیک برگزار شده بود که در پایان این رقابت‌ها 9 ورزشکار در بخش کاتا و 39 ورزشکار دیگر به تیم ملی کاراته کیوکوشین کای سبک ماسویی برگزار شدند. این رقابت‌ها در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شده بود. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.